با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه پربار 29 نوامبر 2016، امیدوارم که مثل همیشه و همواره برنامه ها مورد توجه شما واقع شده باشد. برنامه خوب آقای خراسانی رو با هم دیگه شنیدیم و میدانم که طالبید که صحبت‌های آقای رئیسی رو بشنوید. موضوعی که جالبه و میشه راجبش حرف زد دو تا مقوله است. یکی انتخابات در فرانسه است که باید نگاه کرد، اون رو دنبال کرد و ببینیم که این چه اتفاقی داره در اونجا میفته، و یکی هم وضعیت ترامپ است در آمریکا و بسیار متاسفم. دیشب هم به یکی دو تا از دوستان این داستان رو اینگونه تعریف کردم که یادش بخیر، عزیزی داشتیم به نام آقای دکتر بهرام بیگدلی که امیدوارم همواره در کارهایش موفق و پیروز باشد در شهر کلن آلمان، و ما هفته یک بار با ایشون گفتگو میکردیم و همیشه هم میگو آقا به من نگو فعال حقوق بشر، من بگو ناظر نقض دائم حقوق بشر، من این بهتره، چون من فعلی در زمینه حقوق بشر که انجام نمیدم، ولی میتونی به من بگی که من نظاره میکنم نقض دائم حقوق بشر رو در سراسر جهان، این به من میچسه، اون اولی به من نمیچسه. بعد هم اصرارش بر این بودش آقا روزنامه شما برید روزنامه بخونید، بپرس از این عزیزان بگو که آقا شما یا تو خونتون روزنامه برات میاد، اصلا عضو روزنامه هستی، اشتراک در روی روزنامه محلی و شهرتون هستی یا نیستی. ما از وقتی که این عمر این تلویزیون ها عمر زیادی که نیستش، که البته در آمریکا در کالیفرنیا برنامه‌های تلویزیونی نیم ساعته خیلی رشد کردن، شدن یک ساعته بودن، ولی اینکه 24 ساعت 200 چند تلویزیون و به اضافه ویدیوهای مختلف و رسانه‌های ویدیویی که وجود نداشت، اصلا اینترنت وجود نداشت، اینا نبود، این بساط نبود، اینا همه انفجار موقعی به عموم رسید که مثلا انتهای سالهای 90 و ابتدای سال 2000 و سرعتش رو میبینی. ما خب پخش میکردیم از شبکه دیدگاه، تلویزیون آقای عرفانی یه برنامه خبری درست میکرد و سرتیتر خبرها رو مینوشت، ویدیو درست میکرد برای ما میفرستاد. وقتی به من گفت من این کار میکنم خیلی خوشحال شدم، گفتم اتفاقا یادش بخیر یه عزیزی بود، یه میهنیاری بود به نام سعید در هامبورگ، که اون سعید نازنین این کارو برای ما مدت 6 ماه کرد، هر روز این خبرها رو، ما اون موقع 7 روز هفته برنامه داشتیم، هر روز این کارو میکرد، یعنی ویدیوها رو درست میکرد، من سرتیتر خبرها رو درست میکرد. شما امروز به من میگی آقا خب کاری نداره کپی پیست میکنی، آره میدونم، ولی اون روز این کار به این آسونی که امروز هست نبود، اصلا سیستم هایی که الان هست نبود. من اون روزی که این تلویزیون خودم رو شروع کردم 9 تا کامپیوتر بر روشن میکردم تا اینکه بتونم اینو بنویسم آقای حشمت رئیسی تحلیلگر سیاسی، اون زیرش بنویسم از حسن و حسین ممنون، 9 تا کامپیوتر این کار رو انجام میده. الان ما حد اکثر از 2 تا کامپیوتر داریم استفاده میکنیم، تازه با همون یکی هم میشه، ما یه ذره وسواس داریم 2 تا کامپیوتر استفاده میکنیم، ولی برای همین کار 9 تا کامپیوتر استفاده میکنیم. بعد اتفاقی که افتاد این شد که اون دوست ما بعد از 6 ماه سعید در هامبورگ، من دیگه خجالت ازش کشیدم، چون که نمیشد اینو درست میکردیم، موقع رندر کردن یه دستگاه وام استاد کرش میکرد دوباره از اول، و ریل تایم هم نبود، اگه مثلا یه چیز 10 دقیقه میخواستی درست بکنی 2 ساعت و نیم بعد پای کامپیوتر میشستی، اگر خاموش میشد، خراب میشد، کرش میکرد، دوباره از اول حرکت از نو.
بعد از یکی دو تا دوستان دیگه خیلی گفتیم آقا خب این ظلمه به این آدم، کسای دیگه پیش قدم بشن. یه بانوی با همسر نازنینش که اونم روزگاری همراهی میکرد با ما در ویرجینیا و مریلند بودن اونا، اونم دو جلسه درست کرد. بعد گفت نه کار سختی، من نمیتونم وقت بذارم بابت این کار، گرفتار. وقتی آقای عرفانی به من گفت من خیلی خوشحال شدم، گفتم آره ولی ما این تجربه رو داریم، کار سختی. دیروز خبر اومد که نه دیگه متاسفانه امکانش نیست، ما نیرو نداریم برای اینکه کسی این کار رو انجام بده. میخوام به توضیح بدم که ما وقتی که برمیگردیم به سالهای 80، به سالهای 90، خب مردم در اومده بودن در خارج از ایران، هنوزم دارن میان، اون موقع اومده بودن میستن تلویزیون تماشا میکردن، تلویزیون شهرشون رو گوش میدادن، تلویزیون سوئدی، آلمانی، فرانسه، کانال های مختلف رو نگاه میکردن. مثال 90 که 89 که وارد سوئد شدن فکر کنم دو سه تا کانال داشت. سال 91 یه کانال دیگه بهش اضافه شد به نام کانال 4 که 4 تا تلویزیون بود در مملکت سوئد. الان شما نیا کن ببین این همه تلویزیون فارسی همه رو از رسانه های اصلی، از مینستریم دور کرده، برده نشونده پای تلویزیون ایرانی که آدمایی که مجری برنامه هستن هم تلویزیون مینستریم رو تماشا نمی کنن، اونا هم میشینن هم اینا رو دنبال میکنن، روزنامه نمی خوانن، رادیو گوش نمی دهن. در این کالیفرنیا که وحشتناک ترم هست که وقتی تو رادیو ماشینت هم میشینی یا رادیو همراه، اگه ماشینت مدل بالا باشه، آدم جستی باشی، رادیو همراه آقای اولاکویی گوش میدی، اگه فقیر باشی و ماشین فلان داشته باشی رادیوی 670 گوش میدی که مش مزخرف به تو تحویل میده. دیروز دیدم آقای منشعمی در رادیو اسرائیل، دیدم کاوه لینکشو گذاشته با آقای این مرده حمزه پور، آقای حمزه پور از واشنگتن میشناسم بابا، دیدمش باش حرف زدم میدونم قابلیتش چی. ازش میپرسه میگه که خب اینا که شما داری میگی، این تحلیلایی که داری میکنی، نقشه چین این وسط چی؟ میگه چین که کاری نداره که. این ترانس اتلانتیکو که آقای ترامپ گفته ور میدارم، چین ورشکست میشه میفته میره، اصلا به میره، چین نیست. بریم پیش آقای رئیسی، شاید او بتونه این گره رو باز کنه. این خانم کولیان اسمش هست، نمیدم اسمش درست خاطرم نیست، من اسما درست یادم نمیمونه. این رئی، این آقای ترامپ در همون ابتدای کار وقتی که به حرکت به جلو شروع شد، این آقای خانوم رو، آقای ترامپ خانوم رو کرد مسئول ستاد انتخاباتیش و این خانوم زحمت فراوان کشید و آقای ترامپ شد رئیس جمهور. حالا صحبت از آقای رامنیه، دیشب هم صحبت دو روز هم هست که صحبت آقای پتراوسه که بیاره بکنه وزیر خارجه. این خانم اومده میگه که آقا این کار درست نیست، ما به مردم قول دادیم، مردم به ما رأی دادن به اعتبار اینکه از این کهنه سیاسی ها نیاریم، بریم آدمای جدید بیاریم. ترامپ اصلا گوش نمیده به حرف این. بعد این میگه که من تو حلقه مشاوران اول از من میپرسن، من نظر میدم. میگم نظر زنه رو قبول نمیکنه که رسوندش به این مقام. میگه دیگه دوره شما تموم شده، الان دوره جدید آغاز شده. اسمش از اون دوره انتخابات بود، این دوره در حقیقت گذر است، دوره ترانزیشنه، ما داریم وارد مرحله جدید میشیم، توی درگاهی هستیم. بعد به حرف فخرآور گوش میده، به حرف حمزه پور، باز این فخرآوره یه پله جلوتر از اون حمزه پور، اون که آدم دست با چلفتیه بابا. باز این به دروغ و دقل با چاخان. بریم پیش آقای رئیسی، ما که بالا خسته ایم اینقدر این حرفا رو تکرار کنیم. آقای رئیسی چیه این ماجرا، کدام سمت نگاه میکنه، وضعیت چیه، چی میبینی، تحلیل در شرایط چیه؟ انتخابات فرانسه
چی به ما میگه نتیجه این انتخابات در فرانسه، این موزه کجاست، اینا چی میگن، اونا چی میگن، چیه، چی میفهمیم؟ گوش میدیم فرمایش شما رو، بفهمیم. بله، سپاسگزارم جناب آقای بهبهانی، با تشکر از شما و همینطور با درود و سلام به بینندگان و شنوندگان عزیزتون. حالا قبل از اینکه بریم روی این بحث که نمیدونم چقدر امروز وقت دارید، شما مثل که عجله دارید، امروز کار بیمارستانی دارید، علاقمند بودم یک اظهار نظری در مورد مرگ آقای فیدل کاسترو داشته باشم، چرا که در صورت این انسان یکی از انسانهایی بوده که در قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم، یکی از تأثیرگذارترین انسانها در سطح جهان بود. من به نام یک حادثه یا تصادف در سن خیلی کودکی با این آقای کاسترو آشنا شدم، یعنی با چهرش. اونایی که در جنوب تو بخشای صنعت نفت کارگری زندگی کردن، پدرشون کارگر بوده، در صورت محلات شرکت نفت به دو بخش تقسیم می شده، یه بخش کارگری بوده، یه بخش کارمندی، یا و کارمندات توی بنگله ها بودن. بنگله ها در صورت قبلا برای انگلیسی ها ساخته شده بود، چه در آبادان، چه در مشسلیمان، چه در آقاجاری و یا جایی که نفت استخراج می شود. سن شاید 9-10 ساله بودم، به سالهای 38-39 این حدودا. بچه های کارگر در صورت یه سری اسباب بازی ها، یه سری چیزاشون از این آشغالدونی این کارمندا، یا بهتر بگم انگلیسی ها، پیدا میکردن با اون وضعیت فقر و مشکلاتی که در اون دوره تاریخی بود. من هم یکی از بچه های کارگری بودم که پر اولادم بودیم. یه بنگله بود به نام بنگله 50، این به اصطلاح متعلق به انگلیسی بود، باغ بسیار بزرگ، زیبا، گلکاری، فشفشه آب و چمن و شمشادهای اطرافش، این بهشت کوچک رو در اون جهنم گرما به وجود می آورد. و بعد آشغالای اینها هم تمیز بود مال این انگلیسی، البته ما اون موقع همه رو انگلیسی می نامیدیم، شاید هم هلندی بود، در صورت اروپایی بود. روز رفتم یک روزنامه، حالا روزنامه تایم بود، روزنامه در صورت مجله بود، مجله بود، جلب نظر منو کرد، مجله رو برداشتم. خب ما تو اون دوره عکسای رنگی و این چیزا رو خیلی میپسندیدیم، دوست داشتیم، با دقت نگاه میکردیم، گرچه نه انگلیسی میدونستیم نه اینا، ولی عکساش برامون جالب بود. همینطور که عکس رو نگاه میکردم و راه میرفتم، عکس دو نفر در این روزنامه جلب نظرم کرد. دو تا انسان بسیار زیبارو، یک نوع قاطعیت پدرانه، یک نوع اراده ویژه در این عکس من دیدم. تو نگاه میکردم، اتفاقا خانم این انگلیسیه کمی هم فارسی میدونست، از دور من رو در نظر، زیر نظر داشت. اومد صدام کرد. البته نباید فراموش بکنیم که
همین خانم یا این افراد، ما روزای عید که میشد میرفتیم خونه های اینا و بچه ها دست جمع میرفتیم، شکلات به ما میداد و یا 5 تومنی نو میداد. بعد یکم من فارسی بلد بود، صدام کرد، نشوندم روی تاب، پرسید چی رو نگاه میکنید؟ گفت چرا تو آشغالا میگردی؟ گفت شونم بالا انداختم جواب ندادم. بعد پرسید چی رو نگاه میکردی؟ دستم هنوز لای ورقای چیز بود، باز شونم بالا انداختم جواب ندادم. بعد بجره از من گرفت، انگشتم رو که صفحه رو تفکیک میکرد رو نگاه کرد و دید عکس 2 مرد هست. گفت اینا رو میشناسی؟ گفتم نه. گفت چه چیزی برات جالبه؟ گفتم توی نگاهشون، توی چشاشون احساس خوبی هست، یا فکر کردم آدمای خوبی هست، نمیدونم چرا دوست بود، قیافشون جاذب بود برای من، خیلی جالب هست. گفتش که این عکس فیدل کاسترو و چگوارا هست، میشناسیشو؟ گفتم نه. بعد گفت از انقلاب کوبا چیزی؟ گفتم نه. هرچی سوال میکرد نمیدونستم، ولی یک بازتاب دهنده یک صمیمیت رو در چهره اینا دیدم. توضیح به من داد که تو کوبا چه اتفاق افتاده، منم گوش میدونم فقط، بعدش نفهمیدم چی میگه. بعد گفت رابین هود میشناسی؟ گفتم نه. گفت یه کسی بود که از پولدارا میدزدید میداد به فقرا. بعد اینجا خیلی خوشم اومد، گفتم اینا هم اینجوری هم؟ گفت آره. ثروت اونا رو میگیره میده فقرا. بگذاریم تا خب این تصاویر تو ذهنم باقی ماند و این دیالوگ کوتاه، به خصوص خانم مهربانی بود، خیلی با کودکان رفتار خیلی خوبی داشت. گذشت تا سن بالاتر 14-15 سالگی، دیگه کتابخونه حرفه‌ای شده بودم و سنای بالاتر جنگ شکر در کوبا را خواندم و اونجا خیلی دقیق‌تر فهمیدم چه اتفاق افتاده. یعنی نقش پدرانه و معنوی فیدل کاسترو رو همیشه تو ذهنم بود که تأثیر زیادی در زندگی من گذاشت، از لحاظ این که چه سمت و سوی رو برم و چه مسائلی رو دنبال کنم. اتفاقا وقتی که ایشون فوت کرد، واکنش ها را دیدم عجیب در سطح جهانی کوبا، انگار یک تهاجم سازمان یافته کاملا مشهود برای تخریب شخصیت ایشون شروع شد، در این حال که یه حمایت گسترده بین المللی. زیاد ضرب المثل روسی افتادم که آدم های خوب هم دشمنان سرسخت دارن هم دوستان پایدار. به همین دلیل فیدل کاسترو هم تو این چارچوب باید ارزیابیش کرد. به یاد نوشته دوست رفیق گرامیمون علامه زاده افتادم که در صورت کوبا میرفت، کشورهای آمریکای لاتین زیاد سفر میکرد، فیلم های مستند سعی میکرد بسازه و ساخته و اینها. ایشون یه دیالوگی رو باستاب داده با یه خانم کوبایی که این احساس مشترک منم هست و این دیالوگ این گونه است که اون خانم به آقای علامه زاده میگه، همسر یکی از آشنایان قابل اعتماد آقای علامه زاده که در دفترچش یادداشت کرد، بازگوش کرد و گفته
بگذار برایت از آن روز اواخر فوریه بگویم که قرار بود در مجمع همگانی حزب جانشین فیدل تعیین شود. هیچ کس شک نداشت که راول جانشین او خواهد بود. بنابراین نباید هیجانی در کسی ایجاد میشد. ولی تو رضا، یعنی به علامه زاده میگه، میدانی که من نه هیچ وقت عضو حزب بودم و نه هیچ وقت از سیاست حزبی راضی بودم، ولی وجدانم بگویم نه با حزب و نه با دولت خصومتی هم نداشتم و ندارم و حتی بسیار از سیاست هایش هم تایید میکنم، ولی میخواهم بگویم که با همه اینها آن روز چه روز سنگینی برای من و خانوادم. خوزه شوهرم صبحانه نخورده انگار دنبالش کرده باشند رفت سر کار، گفت شب با دوستان قرار دارد و خیلی دیر میاد. فهمیدم اعضایش به خاطر همین مسئله کنارگیری فیدل در صورت ناراحتند. خودم اما نه سر کار رفتم و نه پسر 8 سالم رو به مدرسه بردم. پدر و مادر پیرم با ما زندگی میکنند. از ساعت 8 صبح پای تلویزیون نشستم تا داستان رو دنبال کنم که 12 ساعت بعد اعلام میشون. اما من رفتم بیرون و کل روز رو راه رفتیم با الکس پسرش، خسته و کوفته. بالاخره دوست توضیح میده برگشتیم. آنقدر بچه این ور و آن ور رفت که پایش تاول زد. وقتی رسیدیم خانه ساعت 8:30 شب بود، درست همان وقتی که دلم میخواست برسم ببینم خبر چی میگه. تلویزیون خاموش بود. پدر و مادر به همان زودی رفته بودن تو رخت خواب. با وجودی که طولانی نشسته بودن ولی نمیخواستم بشنوم. یه لقمه نان و پنیر دادم الکس و خودم به رخت خواب رفتم. گوش ندادم. نیم ساعت نکشید که الکس خزید زیر ملافه هم. بغلش زدم. بخوابد. نخوابید. دست کوچکش را کشیدم روی صورتم. فهمید دارم گریه میکنم. پرسید مگر چی شده؟ گفتم دلم درد میکنه. گفت مامان بزرگ هم گفته که سرش درد میکنه. پرسیدم مگر چی شده؟ چرا مامان بزرگ گریه میکنه؟ گفتم لابا سرش درد میکنه. پرسید بابا بزرگ چه؟ اونم داره گریه میکنه. به جای جواب صف بغلش زدم تا جلوی حقوق خودم را بگیرم. نه فکر کنی از کنار رفتن فیدل غمگین بودم، نه اصلا نه. معتقدم سالیان سال پیش و سالها پیش باید کنار میرم، ولی حس میکردم پدر بزرگ نازنین را دارم از دست میدم. یه پدر بزرگ نازنین ولی مزاحم، یک پدر بزرگ خودخواه بر آزار پر آزار ولی دوست داشتنی، در یک کلام یک پدر بزرگ بد ولی با محبت. من فکر میکنم این تناقض رو تمام مردم کوبا شاید با خودشون هم کنن، ولی از صمیم قلب هم کاسترو رو دوست داشتم. چرا واقعا این پدیده متناقض به وجود میاد که از یک طرف باش مشکل داری، از یک طرف دیگه با صمیم قلب دوستش داری؟ اون جایگاهی است که فیدل و چگوارا در قلب مردم کوبا و آمریکای لاتین ایجاد کردن. طبیعتاً هیچ انسانی بی عیب نیست و هیچ انسانی هم در صورت بی اشتباه نیست. بخصوص آدم‌های بزرگ، شخصیت‌های بزرگ میتونن اشتباهات بزرگ هم بکنن. ولی آنچه که باقی میماند این هست که مردم مطمئن میشن این انسان شریف با وجود همه مشکلاتش انسانها رو دوست داشت، برای اونها مبارزه میکرد. به خاطر خودش نبود، به خاطر جاه طلبی نبود، به خاطر خودخواهی نبود. و این پدیده رو اگه بخوایم بهتر فهم کنیم در دیالوگ معروف فیدل کاسترو با پاپ پل دوم، جان پل دوم، میتونیم بفهمیم که وقتی که برای اولین پاپ بار جان پل دوم در سال 1998 رهبر کاتولیک های جان رفته بود هاوانا،
در فرودگاه این دیالوگ بین فیدل کاسترو و پاپ صورت گرفت. سال اول پاپ میگه آیا شما به کلیسا ایمان دارید؟ فیدل که دست پاپ رو خوانده، گرچه دستش هم تو دستش بود ولی دست اونم خوانده که چه منظوری داره، بازیره که جواب داد آیا شما خود به خداوند ایمان دارید آقای پاپ؟ پاپ در این پاسخ که به اصطلاح در این سوال و اینا جا خورد، چند لحظه مکس کرد و سکوت کرد و گفت خب مردم عادی به خداوند ایمان دارن، چطور ممکنه من در مقام پاپ جانشین عیسی مسیح به خدا ایمان نداشته باشم؟ کاسترو گفتش که خب خیالم راحت شد، زیرا به خاطر سکوت شما در برابر تجاوزات نظامی آمریکا در هر گوش و کنار جهان و کشتار انسانها و نشان ندادن واکنش در برابر این جنایات، عدم حمایت از مظلومین جهان، من تصور میکردم شما بی خدا هستید. اگر اون تصویری که از خدا و عیسی مسیح شما ارائه میدید با این رفتارتون تناقض داره. پاپ که از سخنان کاسترو بسیار بسیار برآشفته شده بود، این صحبت ها را، این عبارات را هم توهین‌آمیز میدانست، هم به خودش هم به کلیسای کاتولیک، بسیار برآشفته، خواستش که این دیالوگ رو پایان بده و اساسا بره، ولی کاسترو اون رو به خویشتنداری و تحمل دعوت کرد و او گفت اگر شما خود را نماینده مسیح پیامبر خدا بر روی زمین میدانید و معتقد هستید 700 میلیون نفر در جهان پیرو دارید، بسیاری از رهبران جهان هم از جمله رئیس جمهور آمریکا و مقامات این کشور به شما ایمان دارند، جایگاه شما را تقدیس می کنند، برشنوی از شما دارند، از آنها بخواهید هزینه های جنگی رو چند درصد پایین بیارن و این هزینه را در مبارزه با فقر و نجات انسان ها به کار بگیرن. پاپ جواب داد کلیسا در سیاست دخالت نمی کنه. و در اینجا کاسترو تیر خلاص را شلیک کرد و خطاب به پاپ گفت اگر کلیساهای کاتولیک با 700 میلیون در سیاست دخالت نمی کند و کاری به سرنوشت مردم و بلاهایی که امپریالیزم غرب و سرمایه سالاران بر سر فقرا و کشورهای جهان سوم به وجود می آورند به سبب شما مهم نیست، پس چنین به نظر می رسد کلیسای شما یک نقش فانتزی و تشریفاتی دارد و چیزی شبیه تشریفات جشن سال روز فلان است و هالووین است و روز شوکگذاری است در همین حده. خب چنین کلیسایی من چرا باش ایمان داشته باشم؟ برای به فانتزی احترام بذارم؟ البته که من به چنین کلیسایی ایمان ندارم، زیرا اهل تشریفات و مراسم فانتزی نیستم. پس از این ملاقات ژان پل در بازگشت به روم وقتی خبرنگاران ازش پرسیدن گفتن در مورد کاسترو نظر چیه، گفت اگرچه کاسترو به کلیسا ایمان نداره اما به تصور من از انسانهای مورد توجه ویژه خداوند است. باز این رو به خاطر جایگاه کاسترو و نقشی که داشته و زمانی که آمریکای لاتین در آتش کودتاها میسوخت، زمانی که از هر گوشه این به اصطلاح خونتاهای نظامی و این گوریلها تا جایی پیش برده بودن که در کارخانه های معروف اتومبیل سازی آرژانتین و برزیل و جاهای دیگه شکنجهگاه برای کارگران و سندیکالیست ها درست کرده بودن و تمام کمونیستا، سوسیالیستا، فمینیستا، سندیکالیستا ترس این خونتاهای نظامی
فرار میکردند که صدها هزار شیلیایی از کودتای پینوشه فرار کرد به شوروی، به آلمان شرقی و عمدتا به کوبا میرفتند، پایگاه و پناهگاه تمام این آسیب دیدگان آمریکای لاتین شد. به خاطر همین هم هست که در لاتین تبارها و آمریکای لاتین چهار شخصیت اسطوره است. اسطوره سیاسی است، اسطوره ملی است. یکی سیمون بولیوار هست به خاطر نقش دلاورانش در جنگ های آزادی خواهانه. یکی خوزه مارتین است که بزرگترین دانشگاه هوانا به اسمش هست، تنها شاید مجسمه این باشه، هیچ مجسمه از کاسترو نخواهید دید ولی از خوزه مارتین میبینید. یکی چگوارا است، یکی کاسترو است. این اسطوره را ارزان به دست نیاورده. در صورت کشوری است گرچه کوچک با پتانسیل های ثروت محدود، چرا که پتانسیل های کوبا در سطح نیکاراگوه است، در سطح بولیوی است، در سطح کشورهای بسیار فقیر آمریکای لاتین از لحاظ پتانسیل مثل برزیل نیست، مثل شیلی نیست که یا مثل ایران بالقوه ثروتمنده، نفتگاه فلان ثروت های زیادی داره. ولی این انسان تونست در یه همچون وضعیتی شاخص هایی رو از لحاظ به اصطلاح توسعه انسانی ایجاد بکنه که برابری میکنه در سطح پیشرفته ترین کشورها و یا جایگاه اول رو داره در زمینه مسئله باسواد کردن انسان ها، در زمینه بهداشت، چرا که در صورت کشورهایی با این شاخص فنلاند هست و کانادا هست و کره جنوبی در شاخص های توسعه انسانی بسیار بالا هستند. و به همین دلیل کوبا به مراتب از لحاظ توسعه انسانی از کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم بالاتر است، مثل از آمریکا. طبق آمار رسمی سازمان های مانند بهداشت جهانی و فاو، میزان امید به زندگی در کوبا که در سال 95 به برابر 63 سال بوده طول عمر، در سال 2007 بالاتر از آمریکا قرار گرفت، 78.26. به این رقم هم در آمریکا 77، میانگین جهانیش هم 68.76. و همچنین میزان مرگ‌گیری نوزادان در کمترین حد ممکن از 1000 نفر در کوبا هست. علاوه بر خدمات پزشکی و درمانی همه چی مجانی، یعنی در حقیقت هیچ انسانی، حتی همین دوست من جناب آقای علامه زاده می صحبت از بقیه کشورهای آمریکا لاتین میکنه، میگه که کودکانی هستند در خیابان زاده شدن، در خیابان بزرگ شدن، در خیابان ازدواج کردن و در خیابان مردن، ولی هیچ وقت سقف رو بالا سر خودشون ندیدن. انسان بی سقف، کودکان بی سقف، همونطور که این پدیده امروز در کشور ثروتمندی مثل ایران شاهدش هستیم، کودکان خیابانی، کودکان کارتون خواب، در کوبا همچون پدیده هایی رو نمی بینیم. درسته ثروتمند نیستن ولی به اصطلاح مطمئن هستن همه از زندگیشون، که به خاطر فقر کودکی در خیابان نمی مونه، محروم نمی مونه از تحصیل تا دانشگاه، کودکی از بیماری نمی میره، کودکی از گرسنگی نمی میره. سطح تغذیه بسیار در صورت در سطحی هست که طول عمر رو تا بالاترین حد ممکن ببره. سوء تغذیه اگر بود همچه چیزهایی به وجود نمی میاد، در صورت اونم در جهانی که 100 نفر از ثروتمندترین اشخاص جهان ثروت کافی دارن تا 4 مرتبه به فقر جهانی پایان بدن. ولی شما بروید برزیل، بروید هر جا. من این نظر من فکر میکنم گرچه اتهام فیدل کاسترو بهش وارد میشه تک حزبی بوده، این که تک حکومت، تک فردی حکومت کرده، فراموش نکنید آقای فیدل کاسترو کمونیست نبود وقتی انقلاب کرد، خان
قطع مناسبات با کسی نبود، انقلاب هم سوسیالیستی نبود، انقلاب ملی و دموکراتیک بود، انقلاب آزادی بخش بود، به استقلال فکر میکرد. و ایشون در صورت اولین اقدام ملی دموکراتیکی هم که انجام داد تقسیم اراضی بود، چون زمینداران در اونجا سلطه داشتن و هنوز سرمایه‌داری در اونجا اصلا انکشاف پیدا نکرده بود و دست مافیایش به اصطلاح آمریکا اونجا باز بود و مسلط بود در همه جا. خب و ایشون هم کمونیست نبود، حزب کمونیست فکر میکنم چند سال بعد از روی کار آمدن کاسترو در کوبا تأسیس شد. پس بنابراین خواهان این وضعیت نبود، اما آمریکایی‌ها تحمل نمی‌کردند، نکردند و آمریکای لاتین رو حیات خدمت خودشون می‌دونستند و تحمل نمی‌کردن کشور مستقل. و آقای نیکسون در قامت نماینده یا معاون آیزنهاور وقتی که رفت کوبا با ایشون صحبت کرد، ایشون در صورت از اقداماتی که باید انجام بده سخن گفت، از تقسیم اراضی، از اینجور مسائل. نیکسون وقتی برگشت گفت ایشون کمونیسته، چون اون موقع اگر کسی مثل مصدق میگفتش که نفت ملی میشه میگفتن کمونیسته. هر کس و جو در آمریکا چنان حاد بود که مکارتیزم حار در آمریکا که حتی این هنرمند محبوب من، محبوب جهانیان، چارلی چاپلین هم به عنوان کمونیست در دوران مکارتیزم مورد تعقیب قرار دادن. یعنی فضا اینجوریست و به همین دلیل بخشی از سختی و فلاکت و مشکلاتی که کوبایا کشیدن به خاطر تحریم آمریکا و به قول معروف برای به زانو در آوردن مردم کوبا بود و دولت کوبا و اینها در صورت حیثیت، شرف و استقلال خودشون و آزادی خودشون از زیر سلطه امپریالیزم مهمترین ارزش ها می دونستن و مقاومت کردن و الگو شدن برای جهانیان. انسان کوبایی به همه کمک کرد، به آفریقای جنوبی، به نلسون ماندلا، به مردم موزامبیک، به مردم آنگولا، برای استعمار زدایی و به همه جا. و این چهره بسیار بسیار محبوب و دوست داشتنی مثل چگوارا نماینده و تجلی زنده و عینی اون انترنسیونالیزم بشر دوستانه چپ شد در سطح جهانی که در سیمای پزشک به مصر بره، به الجزایر بره، به تمام کشورهای آفریقایی و کمک بکنه. و اینجوری هم نبود و یکی از دیپلمات‌های ارشد دوران شوروی گفته به اصطلاح فیدل کاسترو انسان قابل پیشبینی نبود، یعنی نمیشد روش حساب کرد. بعضی جاها این کوبا بود که شوروی رو به دنبال خودش میکشوند، در بخصوص حوادث آفریقا. با توجه به اینها وقتی که امروز آقای دوترتو رهبر فیلیپین به اصطلاح میگه که ما در دوران سلطه تا کنون سیاست خارجی نداشتیم، آمریکا دیکته میکرد، کره جنوبی سیاست خارجی نداره، آمریکا دیکته میکنه، و میگه ملت فیلیپین الان بلند شده تا سیاست خارجی و داخلی مستقل خودش رو داشته باشه، و فیدل کاسترو و انقلاب کوبا اولین کسانی بودند که درس استقلال و آزادی خواهی رو به جهانیان دادن. تصادفی هم نیست که امروز دولت الجزایر که بسیار کوبایا به اونا کمک کردن در مقامی هستند که 8 روز عزای عمومی برای مرگ فیدل کاسترو بگذارن. این خلاصه و مختصر رو بنده عرض کردم که دین خودم رو و تأثیری که روی مرد شخصه این دو انسان شریف گذاشتن، اگر نه منم مثل صدها و هزاران و شاید میلیون ها کارگر ایرانی اساسا به دنبال سیاست نمی رفتم، دنبال تغییر و انقلاب نمی رفتم، یه انسان معمولی می شدم، خانواده تشکیل می دادم، در همین بیخبری از دنیا می مردم و کارنامه من این بود. ولی از کودکی در صورت این دو شخصیت چیز گذاشت. یه خاطره دیگه هم بگم که شخصیت سوم چگونه باش آشنا شدم. در دوران 9 سالگی 10 سالگی یک تو منطقه ما در صورت منطقه کارگری بود، این اجاقهای عمومی بود
یعنی با شرکت نفت درست کرده بود گاز به اصطلاح این اجاقهای عمومی یا آشپزخونه عمومی رو درست کرده بود که خانواده های کارگری هر کس با دیگچه خودش رو روی این توی این چیز میز داشت و میپختن، غذا میپختن، نیمکت سنگی داشت که اونجا می نشستن. در یک از این روزها یه درویشی آمد، خیلی مهربان، چشمان سبز، پوست سو. ما کودکانم هر غریبه که می اومد خوشحالمون میکرد، از اون فضاهای بسته در میمدیم. و این درویش یک چوبی داشت مثل عصای موسی بلند. با این درویش در صورت همه دوست شدن و اسمش عمو حسین ما گذاشته بودیم. گفت خودش معرفی، گفت از خراسان میاد. تمام دوران زمستان رو میومد تو این بخار، در صورت خوزستان گرمه، تو این بخارم میتونه زندگی کنه. و اتفاقا یک چیز داشت، خورجین داشت که قفل کوچیک روش بود، این رو برای احتیاط تو خانه ما میگذاشت. به پدر و من خیلی اعتماد داشت و ما هر شب کنار عمو حسین قصه های اینو گوش میدادیم. قصه یک کچل رو همیشه برای ما تعریف میکرد، سلسله داستان های دنباله دار، و بسیار شیرین صحبت میکرد و کودکان در دور این جمع میشدن و با دقت به این نگاه میکردن، گوش میدادن و در کنار این بودن یه لذت خاصی برای کودکان ایجاد میکرد. و صحبت میکرد از یک کچلی که چجوری شاه رو به زیر میاره، چجوری فلان میکنه، بهمان میکنه. سال اول، سال دوم، همیشه زمستونا که آغاز میشد همیشه روی کوه میشستیم تا عمو حسین از دور پیداش بشه، سفر به اصطلاح چیز خودش رو انجام بده. سال دوم پایان یافت، یه مرتبه دیدیم لندروور های سواک ریخته تو محله، چرا آقای نور افکن فلان عمو حسین رو دست بسته بردن. به ما گفتن جاسوس شوروی هاست، توده ای هست. نه ما میدونستیم شوروی چی هست، نه ما میدونستیم توده ها. یه چیزایی شنیده بودیم تو محله های کارگری. بعد اتفاقا مدت ها که گذشت دیگه برنگشت، ما کنجکاو شدیم، این خورجینش رو بررسی کرد، دیدیم کتاب هست و دیدیم عکس و کچله هست. بعد نگاه کردیم اسمش لنین بود. نه از انقلاب روسیه چیزی می دانستیم، نه از چیزهای از این دست، ولی همواره این عکس، این کچله هم توی ذهن من ماند که داستان چیه. کتابش هم اسمش هم یادم نیست، به فارسی ولی بود، از انتشارات احتمالا حزب توده. این اصلا چیزها هست، تصاویری هست که تو ذهن میمانه و استمرار پیدا میکنه و اون داستانی که این درویش برای ما تعریف میکرد، همیشه آرزو داشتیم نقش این کچله رو بازی کنیم که به مردم کمک میکنه، قدرت رو به زیر میکشه، شاه رو مسخره میکنه و با لهجه و زیبایی خاصی. اما بگذاریم بریم سراغ سوالات بسیار دقیق جناب بهبهانی. بازی آقای بهبهانی، خودت واقف هستی که وقتی که من صحبت از روسیه و پوتین میکردم تو همین برنامه شما چقدر به من حمله میشون و وطنها اینجا نبود. من نقش روسیه و پوتین و مسائل از این دست رو نه علاقه شخصی بلکه بر بازی مسائل ژئوپلیتیک بیان میکردم، بازی قدرت. حتی رئیس جمهور آمریکا آقای اوباما ارزیابی استراتژیکش از پوتین و روسیه بسیار بسیار سطحی و عقب مانده بود. چرا؟ فکر میکرد که روسیه یک قدرت منطقه‌ای است،
این اشتباه فاحشش بود. پتانسیل های قدرت در روسیه رو تشخیص نداد. امروز رهبر اتحادیه اروپا آقای یونکر به این اشتباه استراتژیک آقای اوباما انگوش میذاره که این خطای بزرگی که آقای اوباما کرد این بود که نقش روسیه و پتانسیل روسیه رو به عنوان یک قدرت محلی و منطقه ارزیابی کرد، در صورتی که روسیه با این وسعت جغرافیایی که 17.5 میلیون کیلومتر مربع است و تمام اروپا 5.5 میلیون کیلومتر و ظرفیت های بنیادین بالقوه اقتصادی از داشتن معادن عظیم و بیکران تا ظرفیت های نظامی، علمی و فنیش، این ارزیابی غلط بوده که در صورت روسیه قدرت دفاع از خودش رو نداره. به خاطر همین اوباما و اروپا و به خصوص خانم مرکل و اولاند به خصوص آلمان دنبال روی ماجراجویی آمریکا در اوکراین شدن که خب همونطور که دیدیم با واکنش بسیار تند روسیه مواجه شد و ضربه سنگینی به اوکراین وارد شد، به این اعتبار که کریمه بسیار جای حساس ژئوپلیتیک و از طرف دیگه بسیار جای بهشتگونه برای تفریح و اینها از اوکراین کنده شد و اتحادیه اروپا و ناتو به جز یک سری تحریم ها اقدام دیگه نتونستن بکنن. یعنی اینجا اوکراین بازنده شد فدای مطامع و یا اشتباهات استراتژیک اوباما شد یا تیم او. پس بنابراین اینجا اگر کشورهایی به دنبال روی از یک سیاست قدرت بزرگ حرکت بکنن و اون سیاست غلط از آب در بیاد، قربانی اول اون کشورهایی هستن که دنبال اون راه افتادن که اون کاری که بر سر اوکراین اومد. یا در مورد سوریه تمام اون دسته از ایرانیانی که اسم میبرن روشن و شفاف، شورای آقای رضا پهلوی، مجاهدی، بسیاری از این گروه ها و دسته ها و اینا حامیان عربستان و تحت تاثیر سیاست عربستان به بازی سوریه کشانده شدن، حداقل در عرصه تبلیغات که فکر میکردن اسد یه هفته این ماه میره، این نشاندنده ارزیابی غلط از قدرت هست. بشار اسد ماند و الان قوی تر از هر موقعی است و طبیعتاً این قطر و عربستان و ترکیه هست که بازی رو باختن. چرا؟ الان عربستان برای جلب نیرو آمد پول هنگوف رو سرازیر کرد به طرف مصر که مصر و ارتش مصر رو در این بازی خاورمیانه متحد خود بکنه، ولی در یه چرخش شگفت‌انگیز که قابل پیشبینی بود برای من، از روز اولم گفتم اعلامم کردم متحد طبیعی ایران در عرصه خاورمیانه مصر هست، نه اخوان المسلمین. اخوان المسلمین دشمن ایران هست، دشمن شیعه هست، در صد با صدای بلند اعلام کردم. الان در یه چرخش میبینیم که هواپیماهای جنگنده مصر وارد خاک سوریه شد، یعنی در تقابل با عربستان، در تقابل با قطر، در تقابل با ترکیه و به طریق اولا در تقابل با آمریکا. و کشور مصر و ارتش مصر قوی ترین ارتش خاورمیانه‌ای رو داره، حداقل در جهان عرب و شمال آفریقا، و بازی موازنه قدرت رو کاملا چرخونده تا جایی که الان به اصطلاح دیگه مطبوعات غرب مأیوسانه از سقوط حلب یا تصرف حلب به دست نیروهای دولتی سوریه سخن میگن و تهدیدات اونها در جایی پیش رفته که فقط قطر هست که برای دل دادن و یا اعتماد به نفس یا روحیه دادن به تروریستای درون حلب گفته اگر آمریکا حتی به خاطر سیاست‌های ترامپ بشار اسد رو به رسمیت بشناسه، ما به حمایت تسلیحاتی از این معارضین. حتی این مطبوعات غرب نمیگه اینا تروریستن، میگن معارضین، شورشیان،
بی بی سی یک بار شنیدید بگی که اینا تروریستن، داعش تروریسته، میگه معارضان، مخالفان، معترضان، شورشیان یا چیزای از این دست. ولی از این قدرت اینا هر نامی بخواد روش بذارن، به مش عقل باخته ایرانی دروغ های سی ان ان و دروغ های مثلا بی بی سی رو رله کنن، تغییری در موازنه قوا ایجاد نمی کنن. اینا صرفا یه سری انسان های تبلیغ میشن، تبدیل میشن به پاش پراپاگاندیست. خب حالا تو همین زمینه ترامپ یه شبه لولو تبدیل به هلو شو. رسانه ای که تا 24 ساعت قبلش حمله به ترامپ و فاشیست است و فلان است و بهمان، یک مرتبه تا ترامپ انتخاب میشه یک مرتبه تحلیل اینام چرخش میکنه و این لولو هلود لولو تبدیل به هلو میشه، آب دست التماس به طرف ترامپ که گویا ایشون نجات بخشه. به یک سری هم خودشون رو به عنوان کارشناس یا نزدیک یا رابط یا مشاور ترامپ، بگید ترامپ دیوانه است آخه که بیا تو رو مشاور بکنه. اون آقای سوریایی که اونجا مشاور خاورمیانه خودش کرده، تازه با قید اعتیاده. اون استراتژی اصلی جنرال فلین هستش که از سال 2013 سیاست اتحاد با روسیه رو برای ریشه‌کن کردن داعش در دستور کار خودش قرار گرفت و نقطه تعارض و تقابلش هم با اوباما این بود، با کرین بود که با همکاری روسیه فقط میشه ریشه کن کرد این داعش و تروریست رو، و به خاطر همین هم استعفا داد و امروز در مقام استراتژ اصلی کاخ سفید داره عمل میکنه. پس بنابراین ترامپ نمیان بر پایه خواسته 4 تا نامه که اینها فرستادن و نامه به ترامپ اولا این استیصال ایرانی ها رو نشون میده، این ورشکستگی سیاسی رو نشون میده که فکر میکنن کاخ سفید بر اساس تقاضاهای اینا، التماسهای اینا، خواهشهای اینا تنظیم رابطه میکنه با دولتهای بزرگ مثل روسیه، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل چین بر اساس منافع ملیش. آقا تو چه کاره هستی که اینجا؟ مگر انجمن خیریه از کاخ سفید که بیاد بر اساس مثلا مسئله از اینا؟ هنوز هم نفهمیدی که کاخ سفید بر اساس حقوق بشر کار نمیکنه، بر اساس منافع کار میکنه. هنوز هم نفهمیدی این رو؟ حمله به عراق برای حقوق بشر نبوده، برای منافع بوده، یا به لیبی یا به افغانستان. مسائل ژئوپلیتیک، مسائل اقتصادی، مسائل دراز مدت در میان است که این کارا رو صورت میده. ممکنه اشتباه کنم، اشتباه محاسبه باشه، ولی قطعا میدونم که سردمون کردن قذافی برای حقوق بشر نبوده، قطعا مطمئن. اینم یاد نگرفتی که حالا مثلا فرض کن به خاطر ایرانی های خارج کشور که همکاری کردن، کمک کردن، بیاد بخواد ملاها را سرنگون کنه. من فکر نمی کنم جوری باشه. کاخ سفید این نیست. اولا دکترین تعیین میکنه، دکترینش هم مقزان بارها میشینن به روی کار مینویسن، تدوین میکنن، و بعد حتی خود رئیس جمهور در مقام اجرایی این دکترین ها را به اجرا میگذاره، همونطور که دکترین ترومن، دکترین بوش، دکترین کارتر، دکترین اوباما را، های اوباما یا کارتر رو اینها نمی نویسند. این دکترین ها را مغزنبارها، تینکتانک ها، این انستیتوت های اصلی تهیه می کنند که تمام نخبگان فکری آمریکا در اونجا هستند و اونا قطعا رسیدن که این استراتژیشون به بنبست رسیده، پاسخ نمیده و به همین دلیل باید تغییر استراتژی بدن. و به همین دلیل هم مورها نه بر اساس خواست و آرزوی تو، مورها بر پایه پیش برد این دکترین ها که کدام لایق تره که میتونه این دکترین ها پیش ببره. پس بنابراین در تخالف با اون چیزا نمیتونه قرار بگیره. خب اگر من رئیس سنت پست کلیدی هست، یکی وزارت خارجه هست، یکی وزارت اقتصاد هست، یکی وزارت پنتاگون و اینها هست، وزیر دفاع یا پنتاگون. خب اگر آقای ترامپ بیاد یک شخصیت روس ستیز رو بیاره توی کاخ، توی وزارت خارجه، معلوم است که اون شعارهایی که داده دروغ بوده و نمیخواد انجام بده. و یا یک نفر رو بیاره و وزیر اقتصاد بکنه یا در رأس خزانه داری و اقتصاد قرار بده که اساساً
سیاستش سیاست همون نئولیبرالیسم اقتصادی که تا حالا پیش بردن میخواد باشه. معلومه دروغ گفته، سیاست اقتصادیش رو نمیخواد پیش بره، همش تبلیغات انتخاباتی بود. از روی چیدن این مهره ها میشه به این تشخیص رسید که سیاست چی است. خب آقای ترامپ که دیوانه نیست، حداقل بعد لازم منافع شخصی خودش. شنیدم یه هتل 300 میلیونی داره 30% سهامش رو به آقای پوتین داده. پوتین هم دیوانه نیست که یه اسب نژاد اصیل روسی 10 میلیون دلاری رو سوار هواپیمای نظامی کنه میفرسته کالیفرنیا که آقای ترامپ هدیه میکنه. این کادر ستادها معنای ویژه داره، معنای ویژهش در صورت در سیاست خارجی است. با توجه به اینها ما ببینیم که الان بخش بزرگی از سیاست رو نگاه به روسیه تعیین میکنه. نه تنها در آمریکا این مشخص شد که علارغم بسیار تهمت هایی که به ترامپ زدن که آقا نوکر روساست، نوکر پوتینه، نوکر فلانه، دیدیم عمل نکرد. همین پدیده رو در انگلستان دیدیم که به اصطلاح جدایی خواهان رو از سیاست از اتحادیه اروپا این گفتن، اعلام کردن روزنامه ها شدیدن تبلیغ کردن که اینها خواست پوتین است، ولی دیدیم مردم رفتن و رای دادن جدا هم شدن. یعنی این پراپاگاند، این اعراب فشار، این به اصطلاح سیانمایی دیگه عمل نمی کنه. در فرانسه در صورت جایگاه ویژه اللحاظ بافت روشن فکری داره در جهان فرانسه، ما دیدیم که اون کسی که سرسخت از پوتین دفاع کرد توی انتخابات برد، فرانسیون. در صورت ایشون به اصطلاح به دوستی با پوتین علنی و روابط عاطفی و دوستی با پوتین شهرت داره دیگه، این معروف هست. و ایشون در صورت صحبت از این کرده که از گلیستای معروف هست و البته تغییراتی در این چیز میکنه، آشکار گفته سیاستش نسبت به عربستان به شدت منفیه، سیاست گفتگو با ایران رو میپذیره و مادر تمام بنیادگرایی و اینها رو عربستان میدونه. و از طرف دیگه سیاستی که به اصطلاح مبارزه با داعش رو جدی میگیره، میگه با این تروریسم رو ریشه‌کن کنیم و به همین دلیل هم اعلام کرده پاریس باید حلقه رابط بین آمریکا و روسیه باشه. یعنی صحبت از محور مسکو، پاریس، واشنگتن میکنه. در صورت به خاطر این نگاه و سیاست با رأی کاملا برتر در کجا برده؟ در فرانسه در انتخابات درون حزبی برده. موضع جنگ داخلی سوریه، حمایت روسیه از بشار اسد، با نگرش دو نامزد حزب جمهوری خواه، یکی آلن جوپه و یکی هم فرانسوا فیون، و نگاهشون به روسیه. تو سیاست خارجی الان توی انتخابات خیلی نقش بازی میکنه. درباره موضع فرانسویون بسیار روشن گفته، او خواهان ائتلاف و اتحاد با پوتین درباره جنگ داخلی سوریه و مبارزه با داعش و افرادگرایی است و گفته سیاست فرانسه در سوریه سیاست بقایت نادرستی بوده. و فیون از جمله معدود سیاستمداران فرانسه بوده که روابط بسیار بسیار نزدیکی با پوتین داره و فرهنگ یا تاریخ روسی رو بسیار دوست داره. روابط نزدیک ایشون با پوتین از زمانی شروع شد که ایشون به عنوان نخست وزیر فرانسه عمل میکرد و اون موقع هم آقای پوتین نخست وزیر روسیه در دوره قبلی بوده. روابط سیار دوستانه داشته که در کتاب فرانسه روسیه نوشته نیکلا هیلن، در انتشارات وسلات چاپ پاریس این مسئله باستاب پیدا کرده. ژوپن از سیاست خارجی ائتلاف بین المللی علیه داعش با رهبری آمریکا و سیاست های این ائتلاف در سوریه حمایت میکنه. او اعتقاد داره تا مادامی که بشار اسد در سوریه در قدرت هست صلح یک کشور باز نخواهد. این نظر کیه؟ آلن ژوپن بوده.
یعنی استمرار همون سیاست قبلی، ولی شکست خورد. یعنی ساختار حزبی و میلیونی هم رأی دادن به این حزب، این شکست خورد و فرانسوا فیون برنده شد. استراتژی توسعه بدون وقفه ناتو در کشورهایی که پیشتر به صورت عنوان جمهوری های اتحاد شوروی بودن از نظر فرانسیون بسیار تحریک آمیز بوده و روسا را تحریک کرده و اروپا را به طرف آستانه جنگ اتمی برده و این به شدت نابخردانه بوده. خب روشن درست میگه. به چه دلیل؟ خب اروپا را در زیر موشک های اتمی روسیه قرار به وقتی که روسیه احساس خطر بکنه این سلاح را برای نمایش که نگذاشته، آمده موشک های الکساندر اتمی رو در کالینینگراد پیاده کرده، S-400 پیاده کرده و گفته هر کس بخواد روسیه رو تهدید بکنه بدون ملاحظه برخورد میکنه. خب حالا شما برو ها در لهستان و فلان یه تاسیسات بزن، خب مقابله به مصر میشه. فیون موضع آلن ژوپه در قبال روسیه در صورت نادرست ارزیابی شده که تداوم جنگ سرد رو تداعی میکرد و به همین دلیل باخته. آلن ژوپن در رابطه با این مسئله باخته و اتفاقا یکی از درگیری های شدید انتخابات فرانسه رو مسئله خاورمیانه است. آقای اولاند متهم است که اصلا شانسی دیگه نداره، نوکری عرب ها رو کرده. سارکوزی متهم شده به نوکری عرب ها علنا به خصوص قطر به عنوان یه مزدور عربستان، اصلا رأی نیاورد در فرانسه، همون در درون حزب خودش رأی نیاورد و عود شد. آرن ژوپن نه علاقه به رژیم وهابی حاکم بر عربستان داره و در همان حال نسبت به رژیم جمهوری اسلامی هم احساس همدردی نمی کنه. او خودش میگه من هیچ گونه علاقه به رژیم عربستان ندارم. تازه آلن ژوپن که شکست خورده برای رژیمی که دیدگاه قرون وسطایی نسبت به زنان داره و بیشتر مجازات اعدام رو در کشورش سلاخی میکنه. خب اینو من به کسانی میگم، عرب پرستان خارج کشور، ما یه سری عرب پرست داخل داریم که حاکمین ما هستن، یه سری عرب پرستانی در خارج به وجود آمده که آقای رضا پهلوی هم عمامه آیت اللهی یواش یواش به سر خودش میزنه و چنان از عربستان حرف میزنه که گویا اصلا این کشور خیلی خوبیه. یه یعنی نگاهش در سطح یک شاهزاده درجه سه عربستان سعودی سقوط کرده. حالا نمیدونه که پوتین نسبت به عربستان چه نظری داره، نمیدونه ترامپ در مورد عربستان چه نظری داره، نمیدونه فیون در مورد عربستان چه نظری داره، نمیدونه افکار عمومی تو اروپا نسبت به عربستان چه آلرژی و حساسیتی داره. تمام مهاجرت ها، تمام اتفاقات و ناامنی ها، نمیدونه که دولت آلمان در سال آینده بودجه امنیتی خودش رو به شدت داره بالا میبره از ترس تروریست های عربستان، تروریست های داعش، تروریست های القاعده. اینا رو آقای رضا پهلوی نمیدونه، با کمال گستاخی میاد مصاحبه میکنه و تمام منشه تمام پلیدی ها رو جمهوری اسلامی میدونه که خودش پلیدی داره، ولی نمیدونه که عربستان هست که خطرزایی کرده برای تمام بشریت، برای تمام منطقه، آشوب ها، تروریست، همین ها رو دیگه اینا سرویس های امنیتی اینجا بهتر از تو میدونن. در همان حال باید بگویم که هیچ علاقی هم نسبت به رژیم حاکم هم این بابا نداره. اما فرانسوا فیون مثلا نه تنها علاقی به رژیم حاکم بر عربستان نداره، بلکه عمل کرد این رژیم رو در اشاعه بنیادگرای اسلام در جهان به شدت محکوم میکنه. خب این فردا رئیس جمهور فرانسه است، چون دو تا شانس بیشتر نیست، یا خانم ماریان لوپنه که تو اون رادیکال تره دیگه، مثل شوکی که آمریکا به وجود آورد آقای ترامپ، خانم ماریان لوپن اگه بیاد اون دیگه شدیداً ضد اسلامه، شدیداً ضد تروریسم اسلامیه و منشیش هم اتفاقا عربستان میدونه و اونم شدیداً طرفدار روسیه است آشکار. یا فرانسوا فیون برنده میشه یا خانم لوپن. چپا شانسی ندارن، یعنی چپا وقتی که میگم در صورت با مرکزیت سوسیال دموکرات ها، همیشه کمونیست ها و دیگر ها میرفتن پشت سوسیال دموکرات ها در مقابل راست ها، الان شانسی ندارن اصلا.
و بهش گفتن که خودت کاندید نکنی آقای اولان بهتره. محبوبیتش در سطح 3%، 4% در سطح ملی، به دلیل همین سیاست لاسزنی با عربستان و با این کشورهای عربی. در صورت این منشه بنیادگرایی آقای فیون میگه عربستان نه تنها متحد ما نیست، بلکه منشه و کانون اصلی ایجاد و رشد بنیادگرای اسلامی در متن جامعه مسلمان جهانه. حالا آقای رضا پهلوی، من حرف تو رو به قبول کنم یا یه حرف اینو که در صورت در راست یه دولت مقتدر بخواد قرار بگیره و باید تنظیم سیاست بکنه نه پراپاگاند بکنه. ایشون تاکید میکنه عربستان سعودی با تبلیغ انتشار وهابیگری بنیادگرای اسلامی رو در جهان تقویه میکنه. هرچند فیون عملکرد سیاسی عربی رو به شدت زیر آب سال میبره، اما در صورت سعی میکنه در سطح دیپلماسی برخورد متعادل تری داشته باشه. در صورت من فکر میکنم این نزدیکیه، یعنی احتمال برد ایشون رو همه تحلیلگرا و نظرسنجی ها بالا میدونن. رقابت میفته بین خانم لوپن و فرانسوا فیون. در هر صورت هر دوتاشون تو بازی خاورمیانه و بازی جهانی سیاستی متفاوت دارن و همانا همکاری با روسیه در ضدیت و سرکوب بنیادگرایی اسلامی. و این پدیده قد رشد کرده و نگرانی آور بوده برای آلمان که این نزدیکی سطح بالا و این روابط دوستانه عمیقی که بین فیون و پوتین هست اگر به تبدیل به سیاست بشه، اون موقع نقش و اهمیت آلمان در بازی اروپایی کاهش پیدا میکنه. این نگرانی ناشی از موضع دوستانه فیون نسبت به پوتینه. فیون جزو مخالفان تحریم روسیه از سوی اتحادیه اروپا است، در حالی که آلمان از تحریم ها پشتیبانی میکنه. تو آلمان هم دو دسته هستن، تمام صنایع و بخش کشاورزی و صادرات و تولید از این سیاست تحریم رنج میبرن و فکر میکنن که رقبای دیگه بازارهای روسیه رو دارن میگیرن و این کلا سر آلمان رفته، بخصوص توسط چینی ها در بخش به اصطلاح بخش های مختلف و در بخش کشاورزی هم در مصر، اسرائیل، ترکیه، ایران و اینجور کشورها دارن بازار مواد غذایی و مواد در صورت مصرفی روزانه رو از اتحادیه اروپا میگیرن و کشاورزان اروپا به شدت آسیب دیدن از این پدیده. سطح تقاضا، سطح صادرات، سطح مبادلات هم بالای 30 میلیارد دلار هست در صورت در بخش کشاورزی. فیون بیشتر هنگامی که نخست وزیر فرانسه بوده این مناسبات رو در صورت با روسیه داشته و به همین دلیل به اصطلاح بخش نظامی آلمان که هنوز تحت تاثیر ترانس آتلانتیک و داستانهای ناتو و اینها هست، هنوزم کماکان سیاست مقابله رو با روسیه در پیش گرفته و انتظار داره و امیدوار هست که این سیاست منجر به جذب اوکراین در سیاست اوکراین به طرف اتحادیه اروپا بشه، که خب طبیعتا هر جا که در شرق اروپا به اصطلاح جذب شدن بازارها و مسائل زیادی رو، بانک ها و همه اینا رو آلمان ها بردن، بازیگران دیگه در بعد اقتصادی سهم چندانی نبردن. اما در خود اروپا یکی از دلایلی هم که این سیاست ها مورد استقبال واقع شده در فرانسه، خط فقر و مشکلات اقتصادی به شدت رشد کرده. به عنوان مثال در همین بازداشتگاه، پناهگاه و یا هایم پناهندگان جنگل کاله کودکان بسیاری دزدیده شدن از مهاجرین، که الان کودک دزدی در آلمان و فرانسه در بین مهاجرین داره به یک رقم خطرناک و نگران کننده تبدیل میشه که این کودکان روز روشن میدزدن میبرن، معلوم نیست، در صورت به اجزای بدن اینا رو میفروشن و یا اینا رو در کارهای به اصطلاح سیاه و زشت به کار میگیرن و یا باندهای قاچاق و اینها عمل میکنن و یک لکه ننگی در تاریخ اتحادیه اروپا
داره رقم میخوره در مورد این کودکانی که این وضعیت رو داشتن. و سیاست های آمریکا، گرچه اوباما رفت و سعی کرد با اهرم های تهدید اقتصادی یونان رو وادار کنه که به اصطلاح به ناوگان های روسیه و مرسالی از این دست همکاری نکنه و سوخ نده و وارد یک جنگ سردی رو که تنظیم کرده بشه، اما دولت یونان در ارتباط با یونان و یونان پاسخ داده که قصد نداره در جنگ سرد علیه روسیه وارد بشه. الان مجارستان، بلغارستان، اسلوانیا و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی سیاست تقابل با مسکو رو بر اساس مصالح و منافع خودشون نمیدونن و جناح تعرضی ناتو در اروپا با دچار مشکلات زیادی شده. در همین بود تیره شدن روابط اتحادیه اروپا با ترکیه داره ابعاد ویژه‌ای است که اساسا ناتو رو زیر علامت سوال برده، موجودیت و بقای ناتو رو، چرا که بزرگترین ارتش زمینی رو در اعضای ناتو ترکیه داره با بیش از 500 هزار نیرو. و علاوه بر تصفیه های خونینی که اردوغان از ارتش را انداخته و بسیاری از جنرال ها و افسران ارشدی که به اصطلاح مأمور یا چی میگن رابط ترکیه، ارتش ترکیه با ناتو بودن، به همین جور تحت تعقیب قرار گرفتن و اغلب فرار کردن و بخش زیادی در آلمان تقاضای پناهندگی کردن. یعنی این ساختار تاریخا شکل گرفته طولانی در حال از هم فرو پاشیدنه. سیاست سرکوبگرایانه و تجاوزگرایانه وسط ترکیه که عضو ناتو هست اینقدر ابعاد و دامنه گسترده به خودش گرفته که حتی عضو دیگه ناتو رو که یونان باشه تهدید به تعرض ارضی کرده، یعنی نقشه اروپا رو قبول نداره، یعنی اعلام کرده که یونان بخشی از یونان مال ما هست، که این رئیس جمهور یونان به شدت عکس العمل، یعنی تخاصمات درون ناتو تبدیل شده به یک چیز بسیار خطرناک تا جایی که اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی کرده ترکیه رو، فروش تسلیحات و اینها رو به ترکیه قطع کرده. حالا مجسم کنی اینا همه عضو ناتو هستن، این اتحادیه اروپا یک عضو ناتو را تحریم تسلیحاتی میکنه، چیزی از این ناتو باقی میمونه؟ و به خاطر تحریم‌ها و فشارها به اصطلاح ترکیه و روسیه و چین، اینا در صورت احتمال اینکه به سرعت ترکیه به خاطر تنگناها و تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی به طرف بازار شانگهای بره احتمالش بسیار بالاست. همونطور که تمام موانع حضور جمهوری اسلامی و ایران در شانگهای برطرف شده، یعنی به زودی عضو دائمی شانگهای خواهد شد، که در صورت شانگهای داره انکشاف پیدا میکنه. کاندید بعدی مصر هست که اعلام آمادگی در این زمینه در اون وجود داره و الان روابط پولی روسیه و مصر دیگه بر پایه دلار نیست، بر پایه ارز، یعنی که پول ملی این دو کشور. این اولین مقدمات ورود شانگهای است که داره انجام میشه. با توجه به اینها وقتی که من به صفحه بازی و قدرت بین المللی نگاه میکنم، شطرنج خاورمیانه نگاه میکنم، در این بازی برندگانی وجود داره و بازندگانی. من فکر میکنم ائتلاف آمریکایی، عربستان، قطر، ترکیه کاملا مشهود بازنده است. یک، در عراق اینها پشت داعش و مسائل مرسل و سنی ها رفتن جلو و این بازی رو انداختن که کاملا مشخص ابتکار عربستان و قطر و ترکیه و اینها بوده و تا امروز هم کاملا از همین دفاع از سنی های عراق دارن حرف بزنن. در اقدام عجیب و بی سابقه که الحشد الشعبی به عنوان نیروی میلیشیای شیعه و به شدت تعرضی و تهاجمی به اصطلاح که مورد حساسیت ویژه عربستان و قطر و اینا هست و ترکیه، در یک اقدام در عراق در پارلمان عراق رأی گیری شد با بیش از 300 خورده رأی جزء ساختار ارتش شد. اینا خانه انحلالش بودن و الی آخر.
به 79 9 نفر سنی ها نماینده سنی ها مثل که رأی مخالف دادن. یعنی در صورت ما میبینیم که اتهام الحشد الشعبی این است که شدیدن شیعه، شدیدن طرفدار جمهوری اسلامی و حتی تا جایی گفته میشه که ارتش خصوصی آقای سیستانی است. سیستانی که بیشترین پیروان شیعه در خاورمیانه، در بحرین، در تمام مناطق عربستان، منطقه شیعه نشینش همه پیروان آقای سیستانی هستند. و اینجا پس بازی رو تو عراق ما میبینیم صحنه داره میبازه. با آزاد شدن موسل من فکر کنم آخرین دژ خطر عربستان و ترکیه است که فرو باشه و همه چی حکایت از اون داره که در حلب داره تغییر صحنه در میدان نبرد به سود ارتش سوریه داره تمام میشه و اینا در تنگنا هستن و هر وقت اینا در تنگنا باشن تروریست ها خلاصه مطبوعات غرب و اینها از شلوغ میکنند و اینها. ولی تا جایی پیش رفته ناامیدی در این ائتلاف که قطر اعلام کرده که اگر حتی آمریکا در صورت سیاست براندازی اسد رو در پیش نگیره که ظاهرا بر اساس گفته آقای ترامپ این کار صورت نخواهد گرفت و همونطور که میشل اون رئیس جمهور انتخابی لبنان بیان کرده بعد از 2-3 سال که رئیس جمهور نداشتن به خاطر دعوای عربستان ایران و بازی قدرت در لبنان، بالاخره میشل اون که طرفدار حزب الله هست یا حزب الله پشتش بوده برنده شده، اعلام کرده که رفتن بشار اسد یعنی لیبی دوم در خاورمیانه و فاجعه بزرگی برای همه منطقه من جمله لبنان رو وجود خواهد آورد. یعنی ما میبینیم که با ورود ارتش مصر به سوریه اساسا یه چرخش بزرگ در بازی قدرت در سوریه صورت گرفته که آشکار این کار کرده. البته من اطلاع داشتم که قبل از این که رسما اعلام بکنه این کار رو کرده. چرا؟ دو دلیل داره. یکی حمایت قاطع از بقای بشار اسد و ارتش سوریه. مرحله دوم وارد عملیات میدانی مبارزه با تروریست شده و داره تمرین میکنه. یعنی ارتش مصر در شرایط جنگی با تروریسم قرار میگیره و تجربه میاندوزه. هدف بعدی لیبی هست. من اطمینان کامل دارم که روسیه و حتی شاید آمریکا و حتی همین فرانسه بعد از انتخابات چاره جز این نبینن برای ثبات بخشی به لیبی، همه مشترکاً برن پشت ارتش مصر. چرا؟ برای که پیوند تاریخی بین ارتشیان مصر و ارتش لیبی به اصطلاح با درک و اعتقادات مشترک به عنوان نئوناصریست ها اینا شهرت دارن. تنها راه نجات لیبی هیچ راهی وجود نداره که ارتش مصر دخالت کنه. از جنرال ها و افسران و نیروهای نظامی سابق مال دوران قذافی حمایت کنن و اینها بتونه یه دولتی وجود بیارن بر علیه تروریسم و این قبیله سالاری. و ببین مملکت به کجا رسیده که یه میمون از یه قبیله به یک آدم اون طرف قبیله حمله کرده، جنگ بین اینا مسلحانه شروع کرده به خاطر یه میمون. این مملکته؟ این چیزیست که سارکوزی و اینجور آدم ها درست کردن. اوباما و خانم هیلاری کلینتون شرم‌آور نیست. در صورت لیبی احتیاج به ثبات داره و بدون ثبات و امنیت در لیبی موج مهاجرت آفریقایی به طرف اروپا ادامه خواهد داشت. سابق یک دیوار بسیار بسیار قوی در لیبی ایجاد شده بود، نه دیوار چیزی، دیوار که مهاجرت رو تعدیل میکرد، اونم اشتغال بود. میلیون ها سیاه‌پوست میمدن تو لیبی کار میکردن، دیگه لزومی و ضرورتی هست نمیکردن به طرف اروپا برن. الان همه چی به هم ریخته و این موج مهاجرت آفریقایی که عمدتا هم اقتصادی هست به طرف اروپا سرازی میشه، به غیر از اون چیزی که خود مردم لیبی به دلیل نبودن دولت، نبودن امنیت، نبودن غذا، نبودن کار، نبودن فلان گرفتار شدن و چیکار میکنن، مجبور هستن که به اروپا سرازیر بشن. این وضعیتی که من دارم ترسیم میکنم. عربستان بعد از ورود
روسیه به جنگ سوریه از حالت جنگ نیابتی خارج شد، یعنی قبلا با ایران جنگ نیابتی انجام میداد، بعد از این جنگ تمام عیار رو در پیش گرفت، یعنی فقط در بعد نظامی در منطقه معین نیست. جنگ نفتی رو عربستان شروع کرد برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی، ولی این جنگ نفتی چون مدیریت نشد یا پیامدهای جهانی این جنگ رو درک نکردن، خب روسیه رو هم وارد جنگ کرد، چون افزایش تولید و کاهش قیمت نفت همونقدر که به جمهوری اسلامی لطمه میزنه به روسیه هم به شدت لطمه میزنه، با توجه به اینکه هزینه تولید در روسیه در سیبری بالاست، بالای 50 دلار. پس بنابراین اگر نفت زیر 50 دلار بیاد ضرر میکنه روسیه. همین پدیده در مورد آمریکا هم اتفاق افتاد، هزینه تولید نفت کراکینگ در آمریکا بالای 60 دلاره. خب این جنگ نفتی بر علیه کمپانی های آمریکایی هم بود که همه اینا رفتن پشت ترامپ، همه کمپانی هایی که آسیب میدیدن، و یا جنگ فسیلی رو که شروع کرد، تمام معادن آمریکا زغال سنگ باید فعال بشه در مقابل جنگ نفتی عربستان، یعنی با سیاست خودش که برای جمهوری اسلامی تهاجم تمام عیار اسمش گذاشتن که یک از بوداش جنگ نفتی بود، پای دشمنان دیگه بقیه اعضای اوپک هم که آسیب دیدن، مثل ونزوئلا، مثل نیجریه، نه آسیب دیدگان بزرگ این جنگ، الجزایر، همه اینها به دشمنان عربستان تبدیل شدن و در جبهه مخالف عربستان قرار گرفتن که این سیاست نفتیش بنیاد همه ما رو به هم ریخته. خب اینا به جای خود. پس بنابراین جنگ دیپلماسی عربستان که برای جمهوری اسلامی رو انداخته بود که با جنگ یمن هم آغاز شد، جنگ مستقیم وارد شد، خواست یه ائتلاف شیعه سنی درست کنه، پاکستانی ها رو بیاره، اندونزی ها رو بیاره، لیست تهیه کرد و اعلام کردن که در صورت تمام کشورهای سنی در این پیکار شرکت میکنن. دیدیم که پاکستانی ها رفتن پارلمان گفتن نه، اندونزی اصلا تحویل نگرفت و فقط یکی دو کشور فقیری مثل سودان یه مقدار نیرو، حتی مصر با گرفتن پولهای هنگفت نه در ائتلاف عربی شرکت کرد نه در ائتلاف سنی شیعه، به همین دلیل تو عرصه این جنگ هم برنده نشد و به همین دلیل آمد در جنگ تمام عیار موج ایرانیانی رو که سیاست برانداز، سیاست تجزیه طلبانه و سیاست های از این دست داشت، آشکارا بدون رو درواسی زیر پوشش خودش قرار داد. شرکت پرنس عربستان در کنفرانس مجاهدین در پاریس تصادفی نبود، اتفاقا اعلام جنگ تمام عیار برای جمهوری اسلامی بود و این که ما تمام امکانات رو بسیج میکنیم. شرکت این اعضای به اصطلاح اپوزیسیون در حج بر شرکت اینا تصادفی نبود، این بخشی از جنگ دیپلماسی و براندازانه عربستان بود. تصادفی نبود که العربیه با آقای رضا پهلوی مصاحبه میکنه و سعی میکنه که چهره عربستان رو تلطیف نشون بده، خوب نشون بده و اینها، اصلا تصادفی نیست. پولای عربستان، دلارای عربستان را افتاد و این بازی رو سازمان داد. تصادفی نیست که ما میبینیم در استکهلم نشست تمام این جریانات قومگرا و تجزیه طلب عمل میشه. همینا، ولی من دارم آشکار میگم، روشن و شفاف میگم. اگر تحلیل من درست در بیاد که تو بازی خاورمیانه به دلیل این بازی جهانی که عرض کردم شکست بخوره، شما هم غرق میشین، مطمئن باشین. اتفاقا موقعی که حمله به عراق شد و چلبی سازی شروع شد، تو اپوزیسیون ولوله افتاد. بلافاصله گفتم که محور شرارت بعدش نوبت بعدی ایرانه. اول از همه جمهوری خواه درست شد تو همین برلین، 60,000 یورو هم اتفاقا از طریق بودجه غیر رسمی دولتی از طریق دانشگاهی در اختیارشون گذاشته شد. دروغ هم گفتم که پولی به ما نداد، دروغ گفتم. خب
اتفاقا همه بودن. منم اونجا کتاب فروشی داشتم، کتاب برده بودم بفروشم. در مورد منم که چرا توی شرکت نمیکنی، گفتم به چه دلیل. اتفاقا به یکی از کسانی که قطعنامه رو نوشته بود، اون برنامه رو نوشته بود، از رهبران سابق حزب توده هم بود، پرسیدم این بازی چیه رو انداختین؟ خیلی ساده گفت ببین، یه قطاری از واشنگتن راه افتاده میاد بغداد، اومده بغداد، اینجا یه توقف میکنه، بعد این قطار میره تهران، این قطار رو قدرت میکنه. گفتم خب. گفت ما با شرکتمون تو اینجا که بیش از 700 نفر آدم آورده بودن از همه جا، خیلی از شخصیت های نامدار اپوزیسیون در اونجا بودن. گفتم خب. بعد گفت ما داریم با این کار بلیت سوار شدن تو این قطار رو میگیریم به طرف تهران با ارتش آمریکا. گفتم خب. من سوال کردم که اگر این قطار توی باطلاق امن لجن در عراق گیر بکنه، آیا فکر نمی کنید شما صورتتون لجن مال میشه؟ با قاطعیت میگفت همچه چیزی نیست، ارتش عراق 100 ساعت هم نتونست در مقابل آمریکا مقاومت کنه، ارتش ایران هم نمیتونه. نشون به نشون که آمریکا تو باطلاق عراق گیر کرد و الان دیگه از اون 700 نفر که حزب جریانات جمهوری خواه درست کردن خبری نیست، از به جز نامی و چند تایی. بلا فاصله اینا دیدن که خب رادیکال ترها، جمهوری خواهان لایک، اونا دیدن که کلاس فردا کنفرانس ممکنه مثل کنفرانس آلمان که در مورد کنفرانس لندن که در مورد عراق تصمیم گرفت ما هم نیرو داشته باشه. اینا هم رفتن کنفرانس پاریس تشکیل دادن، اونا هم سخنگو و فلان، اینه که ما هم هستیم. سلطنت طلب هم کنفرانس تشکیل دادن باز که ما هم هستیم. تجربه نشون داده هر کس با سیاست های کاخ سفید و کاخ السعود و اینها میخواد به قدرت برسه، صورتش لجنمال میشه. دست از این سیاست بردارید ایرانی ها، به خود مردم مراجعه کنید. نه، شما مهره بازی میشید، ابزار فشار میشید برای دیپلماسی. و اینا هم که الان خودشون مشاور ترامپ میدونن، مگه به مسخره است بابا کاخ سفید؟ مسخره است مگه؟ من به خاطری که به اصطلاح شما را یک مثل یادآوری کنم که این قدرت ها چجوری هست، من موقع شوروی بودم، بعد در صورت جنبشی با پا خواست در آذربایجان، در همه جا من جمله آذربایجان، اتفاقا سرکرده های جنبش دوستای من بودن، منم با اینا حمایت کردم. توی هم میدان لنین باکو مشرف به دریای خزر، اونجا خیمگاه درست شده بود، این دوران کرونگلی، یکی از رهبرانش اسمش نعمت بود، کارگر بود، سخنران خیلی خوبی بود، برداماش من می نوشتم، صحبتاش من تنظیم می کردم. ابوالفضل علیوف بود که برای دوران موقتی رئیس جمهور آذربایجان شد، بعد از وزیروف ایشون رئیس جمهور شد تا دوباره خاندان حیدر علیوف برگشتن، برای اینا صحبت و تنظیم رابطه. در صورت بگذاریم چه اتفاقاتی افتاد، به دلیل این حرکت ها یه روز ریختن خونه من، من رو دستگیر کردن، ارتش سرخ آمد ما رو بردن زندان چرنیگولاد، شهر سیاه اسمش است، یعنی شهر سیاه. اونجا ما پرسیدم که منو به چه جرمی گرفتین، گفتن طبق ماده 5 حکومت نظامی شما دستگیر میشین. اونجا یه جوری است، دعوامون افتاد، منم این رئیس زندان یه سیلی زدم، یه سرهنگ اوکراینی بود، منو با کتک انداختن توی سلول. بعد از مدتی در صورت یک جنرال آمد، فارسی بلد بود، مسئول شوروی یا مسئول آقای گورباچوف در ماورای قفقاز بود، گفت بیا دفتر.
گفتم من نمیام، این سلول من همینجاست، میخوای صحبت کنی با من همینجا؟ گفت اینجا جای خوشایندی نیست. گفتم من دارم زندگی میکنم اینجا، برای من خوشاینده، برای شما ناخوشاینده، مشکل شماست. بالاخره نشست، چندی ساعت با هم صحبت کردیم در مورد پرستوریکا، در مورد اینها که شما دارین شوروی رو به باد میدین، این سیاست به بنبست میرسه، و بحث های زیادی کردیم در مورد ایران، در مورد تجزیه ایران، هر چیزی که بگیم ما صحبت کردیم، و راه حل و رادیکال و اینا. بعد از اینکه تمام شد گفت حاضری این صحبت ها رو بری مسکو بکنیم؟ گفتم من که به تو گفتم، تو هم ژنرال 4 ستاره، نماینده گورباچوف، یک حرفی به من زد، برای من چه شگفت انگیز بود. گفتش که دیگه انسان های مثل نسل تو وجود نداره اینجا. گفتم یعنی چی؟ گفت شما مثل بلشویکای نسل اول هستید که با جسارت حرفاتون رو میزنید. اینجا خیلی حرف زدن ها باید با احتیاط باشه و موقعیت ها به خطر میفته، ولی تو بی پروا هستی، چیزی نداری از دست بدی. گفتم اوکی. من از زندان سوار کردم، بردم مسکو، و خیلی هم رسمی و باشکوه از من استقبال کردم. وقتی که رفتم توی اون جلسه که باید گفتگو می کردم، به من گفتن که میدونی در چه سطحی صحبت می کنی؟ گفتم چه اهمیت داره؟ گفت اهمیت داره. گفت الان شما بیواسطه با پولیت برو حرف می زنید، یعنی هر حرفی که شما بزنید منتقل میشه به پولیت برو، در مورد بوران باکو، در مورد همه چی. گفتم برای که منو تفهیم کنه. گفت شکل قدرت، بروکراسی قدرت اینگونه است که با رهبرای شما، یعنی احزابی که در خاورمیانه هستند، در سلسله 16 قدرت هستند، یعنی 16 مرتبه باید بیان بالا تا به پولیت برو برسه. تو الان بیواسطه حرف میزنی، هرچی حرف بزنی رو میزد به اصطلاح دفتر سیاسی هست، برای که بفهمم. یعنی میخوام با این مثال این رو بگم. اتفاقا پیشنهاداتی هم که هرچی داده بودم صحبت کردم اجرایی هم کردم. بگذاریم، این دوستان فکر میکنن مثلا کاخ کرملین، کاخ سفید آمریکا، پیتزا پزیه که هرکس نوبت بگیره بره اونجا سیاست خودش رو میخواد پیش بره. خب اگه اینجوری باشه که دیگه بابا ابرقدرت نمیشه که. اینا سلسله مراتب های بسیار بسیار پیچیده دارن و تصمیم گیری ها، اینا بسیار بسیار مغرش صورت میگیره. به همین دلیل این دسته از ایرانیانی که در صورت فهم میکنم با یک نامه آقای رضا پهلوی یا با یک نامه فلان سیاست کاخ سفید چرخش میکنه به طرف براندازی جمهوری اسلامی، بنظرم خام خیالانه است. و یا اینکه به اصطلاح مشاورینی که به کار ببرن از یک جوان دانشجو بخوان مثلا فرض کنید که شناختش از بافت قدرت ایران، از ارتش ایران، از کانونهای قدرت، از روانشناسی مردم در سطح آماتور هست، به عنوان کارشناس کسی استفاده نمی کنه. متاسفانه ما ایرانی ها در صورت فکر میکنیم که حالا علت شکست ما این بوده که اوباما از ما حمایت نکرده یا فلان. این گونه نیست دوستان. می فرمودین آقای بهبانی. جالبه، ولی این موضوعی رو مطرح کردی راجع به این نشست جمهوری خواهان در برلین. من خاطره جالبی از این داستان دارم. این داستان حقیقتش اینه که بعد از سال 78 که یه حرکت اعتراضی دانشجویی بود و بلوایی به پا شده اینها، بعد خب این سال به سال این داستان ادامه پیدا میکرد و حکومت مقابله میکرد نمیذاش. فکر میکنم سال 2001 بود اگر اشتباه نکنم که گفتم بله امسال دیگه قراره که دانشجوها بیان و همه اعلام پشتیبانی کردن و میخوان دانشجوها خیلی شلوغ کنند و ماجرای یک سره میشه. دقیقا یادمه که در واشنگتن
یه دادم پیر و جوان، پیر و جوان جمع شده بودن و تونتون داشتن یه چیزی می نوشتن که اعلام پشتیبانی بکنن و منم در اون جلسه حضور داشتم. بهشون گفتم آقا شما دارین چیکار میکنی؟ گفتن نه باید یه حرکتی رو درست کنیم. گفتم خب بیاین، هست خب یه حرکت ها وجود داره، شما بیاید تو دل یه حرکت ها و همین کار رو اینجا انجام بدین. تو این واشنگتن یه کانونی وجود داره، خب بیاید شما همتون تک تک اومدید اونجا سخنرانی کردید، خب بیاید از همون دل اون همین کار رو پیش ببرید. گفتن نه اونجور نمیشه. و بعد جلساتی گذاشتن، اتفاقا در یکی از همون کمیته های فرعی را منم عضو کردم. گفتن بیا، ما یه دو جلسه خدایی رفتیم، بعد گفتیم آقا شما آب در هاون میکوبی، اصلا ماجرا این شکلی نیست که شما تعریف میکنی. و اینا یه دهی دیگه اون موقع مثل یادش بخیر خداش رحمت کنه آقای مرداد مشایخی و امیر حسین گنجبخش و اینا، حتی مرداد خب سردمدار بود، وقتی هم که مرداد گرفتار بیماری سرطان شد و از میان رفت، میبینی که اونا هم دیگه سکوت کردن، دیگه حرفی ازشون نمیزنن، چون که قطبشون در حقیقت اون بود، کلید راهنماشون اون بود، اون رفت، این هم از بین رفت. و اینو این در حقیقت ریشه اون داستان آبشخورش اونجا بود که بعد امیرحسین گنجبخش با پسر خالش بیژن حکمت تماس گرفت و اونا اومدن و عده‌ای رو از ایران آوردن در برلین، خانم شرکت و غیره رو دعوت کردن آوردن، بوده 800 نفر اون تو که شما گفتی در اونجا نشستند و برخاست کردن، صرفاً به امید واهی، به امید واهی این که آمریکا رفت به عراق، میره ایران، ایرانو میزنه، بنابراین ما هم با... من حتی نوار دارم، چندین بار این نوار رو پخش کردم از آقای مهران براتی پدرزن ما که داماد معروفی دارد در آلمان، وزیر آلمانی اونجا با خانم الهه بقراط نشسته و میگه که بله وقتی که حکومت در بحران قرار میگیره مثل مصر دست دراز میکنه به سوی اپوزیسیون همسو و ما هم باید آماده باشیم که بریم تو. و اینا فقط امید واهیه، اتفاقی نمیفته. حرکت، جنگ، در میدان جنگ تکلیفش روشن میشه، گرچه که فرماندهان جنگ در درون جبهه نیستند و در بیرون از جبهه فعالیت میکنن، ولی نبرد اصلی در میدان جنگ است و این میدان جنگ درون کشوره و بعد این فرماندهی وجود داشته باشه در بیرون که بتونه اون نبرد رو در حقیقت راهنمایی بکنه. این فرماندهی شکل نمیگیرن مگر اینکه رابطه ای ارگانیک داشته باشد به درون جبهه، به اون نیرو، درست مثل یه افسر فرمانده که رابطه ای ارگانیک دارن با گردان زیر دستش، گروهان زیر دستش، تیپ زیر فرماندهیش، رابطه باید اینگونه باشه. تا این رابطه ایجاد نشود اتفاقی نمیفته. به حال این بحث بلندی است و همونطور که شما هم در مقدمه گفتی، متاسفانه امروز من به علت مشکلات شخصی و گرفتاری پزشکی و اینا نمیتونم بیش از این در خدمتت باشم. شرمنده که کلام شما رو قطع کردم، امیدوارم هفته آینده بتونیم این بحث رو با هم دنبال کنیم. به حال ممنون و متشکرم از حضور در برنامه. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم. اگر مطلبی هست که فکر میکنی باید بیان بشه بفهمید، در غیر این صورت حضورت مرخص میشیم. بفهمید. سپاسگزارم. تشکر. در صورت من اون دین اخلاقی خودم رو در این فضا نسبت به انقلاب کوبا، مردم کوبا، مردم آمریکای لاتین بیان کردم، چون در صورت این جریان انقلاب کوبا لحاظ عاطفی روی هم نسلان من به خصوص با این چهره های کاریزماتیکی مثل کاسترو و چگوارا رو نه هم نسلای من فراموش نمی کنم. گرچه مشکلاتی هم داشتم و دارم، ولی در صورت دین اخلاقی هم داشتم
که از این فضا استفاده کردم و بیانم کردم. تو هم به این که اسطوره کاسترو نمیمیره. چرا؟ برای اینکه تمام اون داستان نولیبرالیزم اقتصادی که بعد از فروپاشی شوروی به یک امر ایدئولوژیک حتی تبدیل شده بود، در زادگاه های خودش انگلیس، آمریکا و فرانسه و اروپا داره به بنبست کامل میرسه و الان نگاه مردم اروپا و آمریکا به مسئله عدالت اجتماعی روز به روز پررنگتر میشه و در انتخاب ها و اینها نقشای کلیدی بازی میکنه. به همین دلیل این اسطوره کاسترو دوباره با شعار عدالت اجتماعی، من فکر میکنم چون شبهی نه تنها آمریکای لاتین بلکه اروپا را هم و آسیا را هم فرا خواهد گرفت. سپاسگزارم از شما. بسیار ممنون و متشکرم. یه نکته هم فقط در ارتباط با این ماجرای کوبا به عرضت برسونم. دعوت میکنم که به بخش مقالات ما مراجعه بکنید. مقالاتی رو تو این زمینه دوستان نوشتن، برای ما فرستادن، ما هم اونا رو در بخش مقالات قرار دادیم. دعوت میکنم بخش مقالات رو جدی بگیرید. اگر مطلبی دارید برای ما بفرستید، مطمئن باشید که اون رو در اون بخش قرار خواهیم داد. در مورد کوبا میشنوم که راجب فقر و فلاکت و اینا حرف میزنه. دوست محترم، شما به کشورهای دریای کارائیب نگاه بکنید، به جامائیکا، به هایتی، به این و پورتوریکو و نمیدونم کاستاریکا و به این همه اینا نگاه بکن و ببین که آیا اونا که در یوغ آمریکا هستن از وضعیت معیشتی بهتری برخوردارن؟ آیا اونا در خانه های قصر زندگی میکنن و کوبایی ها هستن که در این بیغولا زندگی میکنن؟ اون چیزی که من درک کردم از ماجرای کوبا این استش که در زیر تحریم به جای اینکه بره بمب اتم درست بکنه، تلاش کرد که آموزش رو اجباری کنه و آموزش رو رایگان کنه، تلاش کرد که بهداشت رو عمومی کنه، رایگان کنه، تا حدی که حتی کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد و نروژ و دانمارک بعضی از بیمارهای خودشون رو به کوبا میفرستن بر اساس قراردادی که دارن که در بیمارستانهای کوبا تحت مداوا و درمان قرار بگیرن. این یکی از دلایلش هم به خاطر نوع آب و هوایی است که در کوبا وجود داره، آفتاب زیادی که اونجا هست و به علت باران و نمیدونم یخبندان و ابری که در کشورهای اروپایی هست و کمبود و آفتاب، خب بیماری‌های پوستی هم هست. بنابراین اینا طبق قراری که دارن بیماراشون رو به کوبا میفرستن، در کوبا معالجه میشن و برمیگردن. ولی راجع به بخش این که آقا اینا در فقرن، خب شما به اون کشورهای همسایش هم نگاه بکن. اگه دیدی اونا در چه میدونم در اوج لذتن، بیا بگو آقا اینا چرا در عزیز ذلتن. در حالی که همشون مثل همن، ولی این یکی بالاخره توش شرایط دیگه‌ای وجود داشت و دنیای سیاست هست، بالا پایین داره. و یادت باشه که این ماجرای کوبا 13 روز جهان رو به التهاب جنگ اتمی برد و ماجرای خلیج خوکا و ماجرای کندی. همین روزا هم سی ان ان یه سری برنامه‌های مفصلی رو داره، نمیدونم سی ان ان اروپا هم اینا رو پخش میکنه، چون سی ان ان میدونی که چند بخشی است، یه بخش سی ان ان اروپا است، یه بخش سی ان ان آمریکا است و سی ان ان خاورمیانه هم هست. هر کدومشون برنامه های خودشون دارن. در سی ان ان آمریکا برنامه های رو توضیح میکنه راجب سالهای مختلف، سالهای 60، 70، 80، 90، همینجور داره میچینه و میاد بالا. و یکی از موضوعات سالهای 60 هم همین ماجرای کندی و کشته شدنش و کوبا و این مساله.
به هر حال امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما نازنینان واقع شده باشد. اگر این برنامه رو دوست داشتی که دیدم دوست داری، از مسکو تا تهران نگاه کردم که برنامه رو نگاه میکنه، برام جالب بود که از مسکو هم داره برنامه رو دنبال میکنه. بنابراین لینک های برنامه رو که در فیسبوک و توییتر و گوگل پلاس قرار میدیم شما میل کن، اونا رو برای دوستانت بفرست. آسان ترین راه اینه که به فیسبوک ما بیاید، لایک بزنید، عضو صفحه ما بشید. اینا رو که اونجا قرار بدیم خود به خود برای شما میاد، شما هم تو صفحه خودت شیر کن برای دوستانت، دوستان همراه شما هم ببینن. آدرس ما تو تمام شبکه های اجتماعی میان تیوی عدد یک هست. بعد هم موضوع خبرها، ویدیوها و لینک ها رو میتونی به در مردمریپورت.net ببینی. برای رفتن به مردمریپورت.net میتونی آخرین اخبار رو کلیک کنی، یا اینکه بنویسی مردمریپورت.net، یا اون بالا روی صفحه میان تیوی بغل علامت یوتیوب و فیسبوک علامت مردم ریپورت هست. از هر در که بروی به مردم ریپورت میرسی. از کاوه نازنینم که زحمت فراوان میکشد و این سفر رو نگهداری میکنه، کار سختی رو انجام میده، ازش قدردانی میکنی که میبینیم بعضا لینک های برنامه های ما رو در سایت پر مخاطب خودش قرار میداد، از او هم سپاسگزارم. 29 ماه هست. اگر میل دارید که نام شما در زیرنویس برنامه ها قرار بگیرد، اصرار لطف کنید که ما رو از نظر مالی همراهی بکنید و اجازه بدید که نام زیبای شما هم زیبنده زیرنویس برنامه ها گرد. از همراهید ممنونم. تا فرصتی دیگر سپاسگزارم. مرسی.